سلام، ببین توی این پستی که اینجا گذاشتم برات، مال پستای قبلی، اینجا توضیح دادم که چرا تو کبد چرب میگیری. البته تیترش خیلی هم مرتبط نبود، ولی الان میخوام برات توضیح بدم که اصلا کبد چی هست، چجوری به وجود میاد و راههای درمان کبد چرب رو بگم، چون خیلی از ایرانی‌ها متاسفانه کبد چرب دارن. داروهایی که دارن میخورن یه چیزی حدود 1 سال طول میکشه تا درمانشون بکنه. خب حالا کاری که تو باید بکنی اینه که بدونی اصلا کبد مادر بدنه یا سلطان بدنه. واقعا این خیلی مهمه. کبد اگر 90% از کار بیفته خودش رو ترمیم میکنه، بنابراین خیلی خطرناکه. این هم خبر خوبی هم خبر بدیه. خبر بعدش اینه که خطرناکه و تو شاید متوجه نشی که 90% بدنت از بین رفته، کبدت از بین رفته. و خبر خوبش اینه که انقدر این عضو قدرتمند هست که میتونه تا این حد مقاومت بکنه و خودش رو بازسازی بکنه و بدن تو رو بکشونه، تو رو نندازه، از پا نندازدت. کبد بزرگترین عضو بدن، یه چیز حدود شاید 1400 1500 وزنشه. وقتی که لقاح اتفاق میفته و جنین توی رحم شکل میگیره، اولین عضوی که به وجود میاد، خیلی معتقدن که کبد هست. از کبد همه اندامهای دیگه تولید میشه، سر و مغز و ستون فقرات و سایر اعضای بدن از کبد به وجود میاد. کبد کار اصلیش اینه که سنتز میکنه همه مواد و غذاها و مواد پروتئینی، ویتامین ها، مواد معدنی و مواد آلی رو توی جهان شناسایی میکنه و اونها رو توی باکس های توی خودش ذخیره میکنه، سر وقتش به جاهایی که باید میرسونه. مثلا کلسیوم رو میفرسته توی استخون، نمیدونم ویتامین ای رو میفرسته توی پوست، مثلا ویتامین بی رو میفرسته برای مو، ویتامین های چشم رو به خودشون میرسونه و کارش فوق العاده است. سنتز کردن مواد و شناسایی اونها و اندازه و مقدار که مورد نیازش هست رو هم استفاده میکنه. یکی از چیزهایی که باعث میشه خیلی سریع افراد کبد چرب بگیرن، بد غذا خوردن در تایم نامناسبه. یعنی هنوز غذا قبلی 5 ساعت ازش نگذشته و هضم نشده و فرد میره سراغ یه غذای دیگه، شروع میکنه غذا خوردن. این زیانبارترین کار برای کبده. خونسازیشو مختل میکنه و خیلی به کبد فشار میاره. بلافاصله بعد آب غذا نخور، بلافاصله بعد از غذا آب نخور، غذاهای خام و پخته مثل سالاد و سبزیجات با هم نخور، آب سرد نخور، یخ تو آب نریز به هیچ عنوان. و اینو بدون که اگر کبد چرب التهابی رو که زیر دندت خورده درد میگیره درمان نکنی، تبدیل به سرطان کبد و سیروز کبدی میشه. البته بیماریهای کبد خیلی زیادن و خب فرصت نمیشه من برات بگم. درمان کبد چرب تو خونه و داروهاشو حتما یادداشت کن. سکنجبین و کاهو که الان هم دیگه یواش یواش فصلشه، خیلی عالیه برای درمان کبد چرب. جزو درمانهای بسیار مؤثره. فکر نکنید چون ساده است و دارید الان یاد میگیرید یا میدونستید مثلا ازش سرسری رد بشید. پرهیزات کبدی هم خیلی مهمه که رعایت بکنید. شما نمیتونی همزمان یه چیزی رو بخوری بگی خب خوب میشم، ولی هر جوری هم دلت بخواد غذا بخوری. پس اون چیزایی که اول گفتم، سرخ کردنی و نمیدونم رو هم غذا خوردن و خام و پخته و فلان و اینا باید حتما پرهیز وجود داشته باشه، بعد تو بخوای از این دستورات خونگی استفاده بکنی. یه مدتی سعی کن اصلا به هیچ عنوان از مشتقات گندم استفاده نکنی. نون گندم، چیزایی که آرد سفید توش داره، نون لواش، نون باگت، نون توست، خمیر پیتزا، فرق نمیکنه هر کدوم از اینا، و شیرینی و کیک و کلوچه اینا و رشته هم همینطور، اینا و ماکارونی، اینا اصلا فعلا مناسب نیستن برای کسی که کبد چرب داره. یک مدتی حداقل 4 هفته اینا رو باید قطع کنی. حالا من یکی از دمنوش‌های خیلی ساده رو بهت یاد میدم، اینو حتما تو خونه درست کن. عرق بیتکاسنی شاتره، توش 1 قاشق سوپخوری ترنجبین رو مثل شکر حل می‌کنی و میشه خاکش ته‌نشین شه، صافش می‌کنی، بهش 3 قاشق غذاخوری خاکشیر تمیز اضافه می‌کنی و اینو در طول روز 3 بار، یعنی 3 بار درست می‌کنی، می‌خوری 3 لیوان، صبح ناشتا و بعد از نهار و بعد از شام. یک کمی هم گرد لیمو عمانی یا لیمو ترش تازه میتونی بهش اضافه کنی برای طعم دادن بهش. این یکی از دستورات خیلی مؤثر برای رفع کبد چرب. یکی دیگه داروی حرفه‌ای که خیلی سریع ظرف 4 هفته میتونه کبد چرب تا حداقل یه گرید بیاره پایین، فلوس، ترنجبین، بید، کاسنی شاتره. عرق بید و کاسنی شاتره از عطاری محلتون میخری، میریزی تو قابلمه. فلوس هم گیاهای درازی اینطوری، همین عین همین شکلی که میبینید. اینو میشکنیش کامل، میریزی تو قابلمه. برای هر یه بطری 3 تا دونه فلوس بریزید، خوبه. هر فلوس یه وجب باشه کفایت میکنه. بعد میجوشونید تا کاملا رنگ محلولتون سیاه بشه، وای میسید ته‌نشین میشه قشنگ، از توری پارچه رد میکنی، صافش میکنی، روزی 3 لیوان ازش میخوری. به هر لیوان هم 2 قاشق غذاخوری خاکشیر تمیز اضافه کن بعد از صاف کردن. اینم داروی بسیار موثریه. اما یه داروی خونگی خیلی عالی بهت یاد میدم. خودم یه دارویی دارم که پودر پاکسازی کبد اسمشو گذاشتم و 58 تا گیاه. اما اینی که دارم الان بهت میگم خداوکیلی بدون کم و کاستی خیلی اثرش نزدیک به همین داروی خودمه و فوق العاده ازش. اگر درمانگرا، کسایی از دوستان همکارای من هستن که عطاری دارن یا پزشک درمانگر هستن، حتما از این استفاده کنن برای مریضاشون. فوق العاده عالی جواب میده. گزنه، برگ تیول، تاج خروس یا گل حلوا، چای سفید، پرسیاوشان، مریم نخودی، گل ختمی، گل بنفشه، نیلوفر افغانی و ناخنک و عناب. همه به اندازه مساوی نیم کوب میکنید. 1 قاشق سوپخوریشو توی 3 لیوان آب جوش میریزید، دم میکنید. صبح 10 دقیقه قبل از صبحونه، ظهر و شب موقع خواب استفاده میکنید. خیلی راحت کبدتون رو از هر چیزی پاکسازی میکنه. همینو بچه‌ای که کار درمانگری میکنید اینو حتما یادتون بمونه، یا کسی که تو خونه هستید، همین گیاهایی رو که گفتم ترکیب عرقیاتش میشه عرق کبد و عرق بسیار موثری برای درمان بیماری کبد. خب حرف من راجع به درمان مشکلات کبد چرب تمام شد. کبد خیلی مشکلات زیادی میتونه داشته باشه، ولی راجع به کبد چرب علامتاشو گفتم، شناختشو گفتم، پرهیزاتشو گفتم و درمانهای بسیار بسیار موثری هم گفتم. سکنجبین خیاری هم راستی هست، یادم رفت، اونم حتما یادتون باشه، خیلی موثره. ولی خب اینا جمعش در کنار هم اثر بیشتری میذاره. همیشه یادتون باشه درمان یه پکیجه. این نیستش که تو فقط یه قرص بندازی بالا یا یه دمنوش مثلا بخوری خوب بشی، نه، این کاملا غلطه. خب من دوست دارم تو نظرتو واسه من کامنت بکنی، چون کبد چرب یه بیماری که حتما دوباره برمیگرده اگر تو رعایت نکنی و در آلوپاتی پزشکی نوین و رایجی که وجود داره درمانش خیلی طول میکشه. اگر با روش‌های طب سنتی درمان شدی و نتیجه خوبی گرفتی، حتما تجربه‌تو با ما به اشتراک بذار، کامنت کن که بقیه هم بخونن و مطمئن بشن که طب سنتی قدرت زیادی داره برای اینکه بتونه کمکشون بکنه.